مخاطبان گرامی، سلام و درود. بازم به سلسله اخبار واصله از خاورمیانه، مهمترین خبر که واصل شده است که رهبر حوثی‌ها یمن بار دوم به عربستان سعودی هشدار داده است که جزئیاتش من بعدا خدمت شما تقدیم میکنم. شاخی القسام حماس گفته که تعداد زیاد جنگجویان به صف ارتش حماس پیوستند. نکته که در برنامه قبلی فقط یادآوری کردیم و از کوه مرون در شمال اسرائیل که یک پایگاه هوایی هم است، 25 انفجار قوی شنیده شده است. خب اعلامی القسام گفته که 9 ماه از شروع سیل الاقصی میگذرد، مردم همچنان در معرض نسل کشی قرار دارند و مگر مردم از مقاومت خسته نشده و بدون حمایت خارجی یا که اسلحه برسه یا تدارکات برسه، بدون غذا و دارو ثابت قدم مبارزه در جریان است. نظرسنجی های مستقل نشان میده که بعد از ماها تجاوز، مردم حماس یا مردم غزه چگونه پشت سر قوای نظامی حماس بسیج شدند و یکی از مهمترین چیزهایی است که هم منابع امریکایی رو تایید کرده، هم منابع مستقل پژوهشی، هم اسرائیلی ها، هم خودشان میگن. حالا در طول جنگ 24 گردان حماس بود، از دورترین مثلا نقطه بیت حانون تا رفح اینا جنگیدن. یک روز هم اینا جنگ توقف ندادن، اسرائیل تا بالاخره خسته شد، رفت تا رفح، آمد تا خان یونس، تا بیت حانون، هیچ چیزی حاصل نشد. حالا در اعلامیه حماس آمده که هیچ جایی در غزه برای نیروهای اسرائیل پناه نیست. خب اسرائیلی حالا دیگه کار به جایی کشیده که با یک بهانه باید اینجا رو ترک بکنه. نبرد در رفح حدود 2 ماه وقت گرفت. در شجاعیه و همچنان در شمال و مرکز نوار غزه، اسرائیل به طور کامل شکست خورده است. این هم اعلامیه حماس میگه و هم گزارشات روزنامه های مستقل و ناظران که در از آسیا ناظر حوادث هستند. در محور نتزاریم مثلا وحشت حاکم است. نتزاریم است که در اینجا غزه است، او طرف خاک اسرائیل است، یک محور چیز است، منطقه نظامی است. اینجا وحشت حاکم فرماست که از این طرف حمله نشد و حماس گفته که ما هزاران جنگجوی جدید در طول جنگ جذب کردیم. او چیزی که در هفته اکتبر اتفاق افتاد در مقایسه با او چیزی که بعد از این اتفاق می افتاد ناچیز است. این رکن اصلی اعلامی حماس است. خب بعد از چی اتفاق می افتاد منظر شما؟ یعنی که می فهمم؟ اینا گفتن که ما اسنادی داریم که در زمان مناسب فاش خواهیم کرد. چه اسناد؟ کسا می فهمم. باز میگه نشان خواهیم داد که چگونه اطلاعات اداره اطلاعات داخلی اسرائیل و سیستم امنیتی کشور به دام استراتژیک پیچیده ما گرفتار آمده اند. همه که گفته دیر شده. ارتش اسرائیل حالا به نابودی مثلا در مرگ یک افسر ارتش اعتراف کرده و گفته که یادم سروان جلال ابراهیم نام داشت، 25 ساله، فرمانده گروهان گردان 601 سپاه مهندسی رزمی بود، کشته شده است. انصار الله با انتشار تصاویر این بسیار خبر مهم است که در صدر برنامه ذکر کردم، با انتشار تصاویر از فرودگاه ملک فهد در دمام، فرودگاه ملک عبدالعزیز در جده، فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض، این تصاویر پخش کرده و هشدار داده که اینا با سلاح‌های دقیق اگر لازم شود بمباران میشه از طرف نیروهای نظامی یمن. چی گپ شده؟ اعلامیه دادن، خطاب به سعودی، گفتن که امریکایی‌ها کوشش میکنن شما رو درگیر میکنن، آره که میخوان شما رو درگیر بکنن در جنگ، شما بیاین دیگه خدا امتحان بکنید. سید عبدالملک الحوثی رهبر انصار الله گفت که
امریکا رژیم سعودی را دوباره وارد جنگ خواهد کرد. من فکر نمی کنم که احمق شود سعودی خود در یک جنگ گرفتار کنه که هیچ کس باز از او دفاع نتانه. یمن خب بیخ گوشش است، چرا با اونا خود درگیر جنگ بسازن؟ یعنی چی؟ اونا خب با اینا جنگ ندارن. خب رهبر حوثی میگه که امریکایی به ما پیام داده که رژیم سعودی را یعنی وادار میسازن که اقدامات تهاجمی را علیه شما انجام بدن. به همین خاطر بین امریکا و عربستان سفرهای در حال انجام است. سعودی برای خدمت به اسرائیل و اطاعت از امریکا دست به اقدام خواهد زد. یعنی خیلی خبر مهم است. امریکایی‌ها این بار روی فشارهای اقتصادی بر یمن تمرکز کردن. ما میگه هشدار دادیم که عربستان سعودی از این اقدام احمقانه دست بردار شود، اما تا حال نتیجه مثبت نبوده. یعنی عربستان خیال داره که مطابق سناریوی امریکا وارد عمل شد در محاصره اقتصادی یمن، محاصره دریاها و اصلاح فرودگاه ها. قبلا هم این کار کرده بود، مگر قبلا به نقاط حساس و حتی قصر پادشاهی اینا در خطر قرار گرفت، زیر ضربه آمد، مثلا تأسیسات آرامکو را زدن یک بار. آل عبدالملک اوسی میگه که ما شاهد گرسنگی مردم یمن هستیم، شاید فروپاشی وضعیت اقتصادی. بعد از این ما ملاحظه نداریم که منتظر باشیم که عربستان چی میکنه. ما نقاط مهمی را که بخوایم میزنیم. سعودی ها باید بفهمند که در برابر نمیتونن در برابر اما به اصطلاح اقدامات به ملاحظه به اصطلاح که انجام میتن ما سکوت بکنیم، فقط اشتباه خود را رفع بکنیم. عربستان خب به این ترتیب اینا دوباره هشدار دادن که ما شما را در نقاط حساس که در کشورتان وجود داره ضربه خواهیم زد. اگر بانک های ما را شما تخلیه بکنین، ضربه بزنین، تحریم بکنین، بانک در برابر بانک ما شما را ضربه میزنیم. کار میکنیم بانک ها از ریاض و جای دیگه منتقل شود. یعنی موشک هایپرسونیک میزنیم. منظور چی است؟ اگر کاری بکنه که بانک مرکزی از صنعا از یمن به جای دیگر بره و ما را مجبور بکنه، ما هم کاری میکنیم بانک های خودشان از ریاض و یک جای دیگر برن. جالب نیست؟ خب به هر حال گفته که ما به هر اقدام عربستان سعودی پاسخ خواهیم داد. اقدام علیه فرودگاه صنعا منجر به اقدام علیه فرودگاه ریاض خواهد شد. چرا؟ میگه اما میدانیم که رسانه و شبکه های تلویزیونی عربستان کاملا در خدمت اسرائیل است. اما ما بر شما گفته باشیم که پیامدهای بسیار وخیمی در انتظار شماست. ما به این شکل یک خطابه هشدار ما به این لحن من ندیده بودم حداقل در 9 ماه از زمانی که رابط ایران با عربستان بهترم شده. این نخستین پرخاش است. عواقبش گفته برای شما خطرناک است. درگیری با امریکای و اسرائیلیا ضرر به منافع عربستان و امنیتش داره. نفت شما رو به خطر می اندازه. ما در حال حاضر در جنگ محاصره و رنج هستیم. جنگ محاصره و رنج برای شما صادر میکنیم. اجازه نمیدیم مردم ما حذف شود، سقوط بکنه تا شما آرام باشین. هزار مشکل بروز بکند، ما علیه شما اقدام میکنیم. این سعودی نفرات حماس را در زندان ها بازداشت میکنه و یک حماسی در نظرشان یک مجرم کامل است. و این خطرناک است برای سعودی. بخاطر عبدالملک حوثی گفته است که پیشنهاد ما به عربستان سعودی است که در اعضای اسرای حماس خلبانان خود آزاد بکنند. فکر میکنم خلبانان سعودی پیش یمن است. اما گفته ما خلبانان شما را آزاد میکنیم، زندانیان حماس را رها بکن. او عربستان نپذیرفته.
میریم به طرف کوه مرون و پایگاه کنترل هوایی در حال سوختن در اسرائیل، در شمال اسرائیل. حدود 150 موشک به اسرائیل حمله کرده از استقامت حزب الله. ده ها راکت به سمت جلیل پایین تا سد ایلان واقع در 35 کیلومتری مرز لبنان. منابع اسرائیلی از یک حادثه بسیار غیر عادی در شمال خبر دادند که در او گفته 5 سرباز اسرائیلی با وسیله شلیک موشک های هدایت شونده ضد تانک که از لبنان زده شده مجروح شدند. دو نفر وضعش وخیم است. رسانه های اسرائیلی حالا از انهدام کامل پایگاه کنترل هوایی مرون توسط حزب الله خبر دادند. کاملا از بین رفتن. تشدید تنش در مرز لبنان و اسرائیل کاهش نیافته. روز قبل در نتیجه حمله پهپادهای اسرائیلی به یک موتر در عمق لبنان یکی از فرماندهان حزب الله کشته شد. اینا تمام عملیاتشان در جهت فرمانده کشی است و حزب الله در عوض 100 یا 200 موشک و پهپاد خاک اسرائیلی میزن. به این ترتیب موج جدیدی از عملات حزب الله باز دوباره تشدید شده. حداقل 25 انفجار قوی در کوه مرون شنیده شده و گزارش های از آتش سوزی شدید در تاسیسات واصل شده است. برخی از موشکات توسط سامان های دفاع هوایی اسرائیل رهگیری شده، اما شمار از اونا به هدف خورده. آتش سوزی بزرگ خصوصا در جلیل سفلا اونجا آتش سوزی. اطلاعات اولیه است که حداقل 50 موشک از داخل لبنان شلیک شده. نظامی های اسرائیلی اینا هم به خاک لبنان از جمله در شهر معروب در 20 کیلومتری شمال مرز لبنان حمله کرده. فعلا جنگ به این ترتیب است. وزیر دفاع اسرائیل گفت که جنگ با حزب الله در لبنان ادامه پیدا میکنه حتی اگر اسرائیل در نوار غزه به آتش بس برسد. ما فکر نمیکنم که اینا حزب الله را زیر فشار بگیرن، حمله بکنن، بزنن و حماس اینا را نگاه بکنن. خب این آدم رفته بود در کوه مرون. وزیر دفاع اسرائیل گفت من دستورات واضح به نیروهای جنوب و شمال دادیم و سلا قطعاتی که در جنوب می جنگن با حماس و علایده است کارش و اردو ارتش که با حزب الله می جنگه این کارش ماموریتش علایده است. ما در اونجا اگر قطع آتش میکنیم در این طرف شروع آتش است و این ربط به حزب الله نداره. اشتباه میکنم کاملا داره. این جنگ یک جنگ هماهنگ است. اگر حزب الله نبود حماس نابود شده بود. حزب الله بار بیشتر مثلا در اندازه خود بار جنگ برداشت. ارتش اسرائیل نیم کرد، نصف کرد، به خود مشغول ساخت تا که حماس تجدید قوا کرد، مقاومت بسیار خیره کننده هم نشان داد تا بالاخره امروز این ارتشش گزارش های میرسه که دوباره تقویت شد، هزاران نفر جدید به حماس پیوستن. این چی بود؟ از بذل مساعی حزب الله بود، از عملات بسیار شدید یمن بود، از عملات هشت شعبی بود. خب اسکات ریتر امریکایی گفته است که حزب الله نیروی هوایی اسرائیل فلج خود کرد. اسرائیل در نیروی هوایی خود خوشحال نباشد. در صورت وقوع جنگ قدرت موشکی حزب الله علیه فرودگاه های اسرائیل، علیه تاسیسات افزایش پیدا میکنه. هیچ چیزی هم دمش نمیگیره. وقتی که پایگاه نابود شوه اسرائیل از کجا هواپیماش پرواز میکنه؟ شما بگوین از کجا؟ از قبرس. اما قبرس قبلا اونا ایتی دادن، هشدار دادن که ما شما را هم میزنیم. دیگه از کجا؟ از اردن؟ اونجا را هم میزنن. اینیج است که گرداب به صلاح یک گرد اسرائیل در گرداب از آتش فرو رفته و میچرخه و میچرخه و میچرخه.